بالاترین فرماندهان نظامی سوریه هنگام بازدید از پایگاهی که در ساعات اول دیروز هدف 59 موشک کروز آمریکا قرار گرفت. اگر این فرماندهان دستور حمله شیمیایی سه‌شنبه را داده باشند، معلوم نیست که انگیزهشان چه بوده. این فیلمی از گزارشگر یک تلویزیون روسی از محل. روسیه میگوید از 59 موشک کروز کمتر از 30 تای آنها در پایگاه فرود آمده. وزارت دفاع آمریکا اما میگوید مطمئن است همه موشک‌ها عمل کردند و به اهدافشان خوردند. مقام های وزارت دفاع گفتند 4 ساعت به روس‌ها فرصت داده بودند تا این پایگاه را تخلیه کنند. فرصتی که ظاهراً سوریه هم از آن برای بیرون بردن هواپیماهایش استفاده کرد. حالا یک گزارش حاکی است که هواپیماهای جنگی روسیه یا سوریه کار پرواز از این پایگاه را از سر گرفتند. در جلسه اضطراری شورای امنیت دیشب آمریکا در مقابل روسیه برای اولین بار بعد از انتخاب دونالد ترامپ که گفته بود روابط خوبی با رئیس جمهور روسیه دارد. نیسکاپروبنه و نی دیپلماتیچسکه. نماینده روسیه گفت آمریکا با این اقدام‌های یک جانبه و غیر قانونیش منطقه را به آشوب کشیده. نماینده آمریکا گفت کشورش علیه این پایگاه اقدام کرده تا مطمئن شود رئیس جمهور سوریه دیگر هیچ وقت از سلاح‌های شیمیایی استفاده نمی‌کند. کشورهای غربی و عربی از حمله آمریکا حمایت کردند و چین موضعی بینابینی گرفته، در حالی که روسیه و ایران حامیان اصلی سوریه آن را محکوم کردند. این رئیس جمهوری ایران، کشوری که خودش یکی از قربانیان سلاح‌های شیمیایی است، در حمایت از سوریه خواهان تحقیق بین‌المللی شد. ما تقاضامون اینه یک هیئت بین‌المللی حقیقت‌یاب تشکیل بشه، البته آدم‌های مغرض توش نباشن، باز ریاست اون رو آمریکایی‌ها به عهده نگیرن، کشورهای بی‌طرف بیان بررسی کنن، ما ببینیم که این سلاح شیمیایی از کجا بوده، از کجا آوردن، کی آورده. دولت سوریه که خب همین سازمان ملل آمد و گفت من همه جا رو بازدید کردم و سلاح شیمیایی دولت سوریه رو 2 سال پیش گفت جمع کردم تمام شده. پس دولت سوریه که علی القاعده سلاح شیمیایی نداره طبق اعلام سازمان ملل، پس این سلاح شیمیایی از کجا آمد؟ از کدام مرز آمد؟ چه جوری آمد؟ ایران و روسیه تنها حامیان بشار اسد میگویند این مخالفان بودند که مسئول این حمله شیمیایی بودند. حمله‌ای که 70 نفر در آن کشته شدند. خیلی هایشان کودکان. کسرانجی بی بی سی.